درود و وقت بخیر میگم به شما بینندگان گرامی. خوش آمدید به یک ویژه برنامه دیگر از تلویزیون آریان. من محسن میرزایی هستم و به همراه دیگر همکارانم و همچنین دو میهمان گرامی در این برنامه شما را همراهی میکنیم. موضوعی که میخواییم در رابطه با اون صحبت کنیم موضوع جدیدی نیست. در دو برنامه قبل هم در رابطه با آن صحبت کردیم. میخواهیم در رابطه با قیام فعلی و بارزه های آن صحبت کنیم. البته بحث از بارزه ها بسیار کردیم، از اینکه یکی از بارزه های آن زن زندگی آزادی است، یعنی بارزه اصلی و فونداسیون همان است که بر روی این فونداسیون اما هرچه بالا آمدیم شکل‌های مختلفی به خود گرفت و دیزاین تغییر کرد. در لحظات مختلف جامعه ریاکشن‌های مختلفی داشته، در مقاطع مختلفی که بود و در مقابل هم هر دم از این باغ بری می‌رسد. فایل صوتی که چند وقت پیش از معاون بسیج منتشر شد توسط گروه‌های هکری و بعد از آن بولتن خبری محرمانه خبرگزاری فارس سپاه پاسداران که برای حسین سلامی فرمانده کل سپاه نوشته بودند و همچنین اشاره هایی که در آنجا دارد به وضعیت فعلی، در حالی که به مردم میگویند که تمام شده است. خیر، در رأس حتی تا خود علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیست بر این موضوع تاکید دارد که نه، تمام نشده، ادامه دارست و پروسه جدی است و به قول عادی آن این توبه میری از اون توبه میری ها نیست. در این رابطه صحبت میکنیم و نسل زدی که کف خیابان هاست، نسلی که انقلاب را زیست، تقریبا میتونیم بگیم از سال 88 که اون قیام و خیزشی که شروع شد، مردمی که آمده بودند و به دنبال رأی خود میگشتن. البته رأی به نظر میرسه مسئله حمایت از میر حسین موسوی دامی که و تله‌ای که اصلاح طلبان در آن افتادن نبود، بلکه مردم آمده و کف خیابان و میگفتن ما برای اینکه نماینده خامنه ای رأی نیاورد به کسی دیگر رأی دادیم. حالا رأی ما کو، که حاکمیت نشان داد که به رأی مردم وفادار نیست و امین مردم نیست برای پاسداشت این آرا و نهایتا آن اتفاقی که افتاد در 88، بعد از آن 96، آبان 98، نیشکر هفت تپه، فولاد خوزستان، هپکو عراق، مسئله و بحران آب در خوزستان و قیام آب در خوزستان و اصفهان، اعتصاب ها و اعتراضات معلمان و فرهنگیان و بازنشستگان و و و مال باختگان، همینطور با یک نسلی سر و کار داریم که 88 هفت تا هشت سال و حتی پنج سال داشت، اما این نسل در پروسه انقلاب رشد کرد و انقلاب را زیست و امروز باعث متحیر شدن طرف مقابل شده. بولتن های خبری که میخوانید و فایل های صوتی که میشنوید بس بر این است که حتی تحلیلگران آنها نیز، تحلیلگران ارشد جمهوری اسلامی نیز، از تحلیل این نسل باز ماندند که چه اتفاقی افتاد که امروز سال 57 58 زنان را با شعار یا روسری یا توسری به پستوی خانه ها خواستیم بفرستیم، اما همان زنان امروز نسلی را تربیت کردند که همه آنها، همه دستگاه سرکوب هم در مقابل آن عاجز است. در این رابطه صحبت میکنیم. دو میهمان با ما همراه هستند که من یکی یکی خدمت شما تا لحظاتی دیگر معرفی خواهم کرد. بله، همینطور که گفته بودیم دو میهمان با ما هستند که من یکی یکی خدمت شما معرفی میکنم. جناب آقای اصغر کریمی، تحلیلگر و عضو رهبری حزب کمونیست کارگری ایران، و همچنین جناب آقای ابراهیم علیپور، فعال و تحلیلگر سیاسی، که به هر دو میهمان گرامی من درود و وقت بخیر میگم. در ابتدا با آقای کریمی آغاز میکنیم. آقای کریمی، یک پیش درآمدی در ابتدای برنامه صحبت شد در رابطه با نسل امروز و همچنین واکنشی که خود حاکمیت داشته است در رابطه با این بولتن‌های خبری که بیرون اومد، درس کرد، یعنی گروه‌های هکری تونستن هک کنند، آوردن بیرون، و همچنین فایل‌های صوتی که هست، می‌خوام نظر شما رو بشنویم و اینکه از سوی اعلام می‌کنند که پروسه انقلاب به پایان رسید، اصلا ماهیت انقلاب رو یه خورده توضیح بدیم، انقلاب چیست، به چه شکل پیش میره
و این اسناد و مستنداتی که به دست آمده است ارزیابی شما از خود حاکمیت چیست؟ شما رو میشنویم. بله، خیلی متشکرم. با سلام و درود به شما و بیننده و مهمان گرامی دیگه برنامه و شنوندگان عزیز. خب این بولتنا که اخیرا منتشر شد، به نظر نفس خود این که اینجور ضربه پذیر هست جمهوری اسلامی، خود این یه شکست بود براش، و نفس این که جلسات داخلیشون، تاکتیکاشون، شگرتهاشون، توطئه‌هاشون و اقرارشون به شکست اینجور علنی میشه، خود اینم باز یک شکستی برای جمهوری اسلامی بود و تأثیرش اینه که خود صفوف حاکمیت رو به نظر نسبت به همدیگه بی‌اعتماد میکنه، پایین بدنه حکومت رو نسبت به بالا بی‌اعتماد میکنه، پایین متوجه میشه که چقدر مردم که میدونستن، ولی بدنه حکومت هم بیشتر متوجه میشه که چقدر رهبران حکومت درمانده و مستاصل هستن. و نکته اصلی خب طبعا اقراریه که اون قریشی فرمانده بسیج و سایر حاضرین تو این جلسه میگن که تو تمام زمینه ها، رسانه ای، سرکوب، توطئه ها، سیاست ها، تاکتیک ها، تفرقه اندازی ها، تماما به شکست خورد. هیچ نکته ای ندارن تو این جلسات متعدد که بگن تو این زمینه لااقل ما یک دستاوردی داشتیم، تو این دمای پیشرفتی داشتیم، یه جور عقب روندیم. همشون میگن، حتی یکشون میگه اعلام کنیم که خب تموم شده این اعتراضاتی، که میگه آخه ادامه داره، چجور اعلام کنیم؟ با این حال چندین بار اعلام کردن که تموم شده، چون اصلا بحثاشون اینه که خب باید بگیم تموم شده و یه جور جامعه رو آماده کنیم، یه جور روی خودمون روحیه بدیم. و این وضعیت رژیمی، حکومتی که از هر نظر درمانده است، در مقابل 70 روز انقلاب مردم درمانده است، در مقابل در سطح بین‌المللی به شدت منزوی شده و تحت فشاره، و تو همین جلسات اقرار میکنن که دنیا داره، همه کشورهای اروپایی و غیره، کشورهای همسایه میگن یه انقلاب هست و جمهوری اسلامی رفتنیه و میگن این خوب نیست واسه ما. همه اینا واقعیاتی بود قبلا، ولی اینکه از زبان خود مقامات و بالاترین فرماندهان و مقامات رژیم اینا رسما اقرار میشه و اعتراف میشه، به نظر من نکته در واقع اینجاست، وگرنه اطلاعات خیلی ویژه تازه‌ای از این نوارها به دست نمیاد. اون چی که مهمه به نظر من اقرار اونا به استیصال و شکستشونه در مقابل انقلاب مردم، انقلابی که با زن زندگی آزادی شروع شد، ولی همه میدونن که مردم به دلایل مختلف ناراضی هستن. کارگر ناراضیه، بازنشسته ناراضیه، معلم ناراضیه، زن ناراضیه، جوان ناراضیه، دانشجو ناراضیه، مردم کردستان و بلوچستان و خوزستان ناراضیان، یعنی تمام جامعه ناراضیه. و به این معنا به جز 1% مفتخور و سرکوبگر حاکم و در واقع اختلاسگر حاکم، 99% جامعه ناراضی. این یکی از انقلاب اجتماعی ترین و توده‌ای ترین انقلاباتیه که به نظر من دنیا در خودش سراغ داره، و در این حال یکی از عمیق‌ترین و انسانی ترین انقلاباتی که جریان داره تو ایران. سپاسگزارم آقای کریمی، با شما هستیم در ادامه. و جناب آقای ابراهیم علیپور، آقای علیپور، در رابطه با مسئله انقلاب صحبت کردیم و این پروسه‌ای که اصلا خود انقلاب به ذات یک موضوع اجتناب ناپذیر و همچنین یک موضوع خیلی شوک میکنه در مقاطع مختلف دیکتاتورها رو، اما یک موضوعی که اینجا هست و در صحبت‌های بسیاری از مقامات و به قول معروف دستگاه‌ها که می‌بینیم و بولتن‌های محرمانه و پیام‌هایی که می‌آید بیرون، این است که شوک شدن و شناخت این انقلاب برایشان سخت است و می‌گویند حتی اینها دیگر نمی‌ترسند. تفاوتمندی‌ها چیست؟ چه چیزهایی آمد این انقلاب را به این شکل متفاوت کرده که خود جمهوری اسلامی با وجود تمام دستگاه‌های عریض و طویلی که شبانه روز رصد می‌کنند افکار عمومی مردم رو، دانشگاه‌ها رو، مدارس رو، ادارجات رو و تمام فضای مجازی و عمومی رو، اما باز آنها در تحلیل آن و در مقابله با آن عاجزند. دلیل چیست؟ یه خورده در این رابطه صحبت کنیم. با درود به شما و بینندگان محترمتون و مهمان گرامی آقای اصغر کریمی. بله، این صحبتهایی که اومده بیرون نشان از یک پانیک در درون دستگاه حکومتی و دولتی جمهوری اسلامی میده. میدانید که پانیک خود دو فرم میتونه داشته باشه در هر پدیده ای. یک میتواند پانیک
یک انرژی دوباره بسیر رو سازمان میدهد برای ادامه حرکت. دوم میتواند پانیک اینقدر قوی باشد که طرف این پدیده دچار بیعملی و ایستادن بشود. این دوتا فرم داره. این به این معنی ما در آینده باید هم احتمال اینی بدهیم بیعملی اینها احتمال داره به شدت فروپاشی رژیم رو تسریع بکنه. معنی دیگرش اینه که احتمالاً به یک خشونت شدید دست بزنه. در نتیجه ما باید برای هر دو فرمش و جامعه باید برای هر دو حالتش آماده باشه. این پانیک معنی ایله. ولی چرا اینا قادر نیستند؟ میدانید که فساد درون هر پدیده زنده ای در واقع شروع یک مرگه. در تحلیل نهایی هر زیباتر میوه را هم وقتی فاسد میشه به مرور از بین میره. یعنی چی؟ یعنی اون اساسا ایمون سیستمش، سیستم دفاعیش قادر نیست زنده بودن اونو و بقا اونو تضمین بکنه. در نتیجه در یک پروسه اون نابود میشه و جمهوری اسلامی اساسا فسادش امروز به حدی رسیده است که دیگه این قادر نیست اساسا خودش را هم تحلیل بکند. این نه ویژگی جمهوری اسلامی بلکه ویژگی هر پدیده فساده. و این که جمهوری اسلامی میتوان در واقع گفت به فساد فقط سیاسی نیست، فساد اخلاقی، فساد اجتماعی، بعد فسادهای عمیق در واقع نظامی، فساد اداری، فساد دولتی، یعنی از هشت فرم بری ما جامعه ایران و اینا به جایی رسوندن که دیگه هیچ راهی برای خودشون باقی نگذاشتن. اساسا یک المنتی ندارن که بتونن از طریق این المنت جامعه را آنالیز بکنن به یک نتیجه برسن. دلیل این که اینا قادر نیستن به نظر من نهایت حد فسادشونه و در واقع به یک نوعی خبر از مرگ آنها را میده. بسیار عالی، سپاسگزارم آقای علیپور. در رابطه با همین صحبت میکنیم و توی بخش بعدی و من میخواستم اینو بگیم، اگر در رابطه با آیا تنها این فاکتور فساد است یا این حکومتی که ایدئولوژی آن از همه چیز آن تقریبا میشود گفت قوی تر است و یک حکومت متحجر است، در رابطه با بقیه فاکتورها توی بخش بعدی با شما صحبت میکنیم. آقای علیپور بهتون باز خواهیم گشت. و آقای کریمی، آقای کریمی ببینید، در رابطه با این نسل زد گفتیم و توی پیش درآمد ابتدای برنامه در همین رابطه صحبت کردیم، از 88 رو تا امروز اگر بخوایم نگاه کنیم، یعنی در این پروسه 13 ساله که 13 14 سال هلوشن گذشته، بچه هایی که امروز دهه 70 و 80 هایی که کف خیابان هستن 13 سال پیش بین 5 تا، یعنی اون کسایی که غالبا بین 5 تا 10 تا 15 ساله بودن، این نسل یک متفاوت است. چون میگم مثلا ما میخوایم تمام صحبت‌های خودمان رو بر اساس همان چیزی که از خود حاکمیت درس کرده بگذاریم. میگویند اینها نمیترسند، اینها بسیار شناورند، اینها یک سری ارزش‌ها رو اصلا به رسمیت نمیشناسند، یعنی اصلا هیچ اعتباری، هیچ ارزشی به بسیاری از ارزش‌های حاکمیت ندارند و قائل نیستند. این پروسه 10-13 سالی که گذشت چه اتفاقی افتاد که این نسل رو تونست آموزش و پرورش بده؟ صدای شما آقای کریمی فکر کنم از سمت خودتون بسته است، اگر باز کنید. بله بفرمایید. این نسل اساسا در دوره افول و بحران جمهوری اسلامی بزرگ شد. به این نسل 50 ساله ها موقع سرنگونی حکومت شاورکار اومدن جمهوری اسلامی 6-7 ساله بودن. اون موقع هنوز دوره بود که جمهوری اسلامی داشت خودش رو سرکوب میکرد و تثبیت میکرد و جنگ و غیره و غیره شاهدش بودیم. و منتها تو میشه گفت شاید 20 سال گذشته، شاید از 76-78 در واقع 22-23 سال پیش، دوره اعتراضات توده‌ای بزرگ، دوره اعتراضات کارگری بزرگ، دوره جلو اومدن نسلی از
فعالین جنبش های مختلف اجتماعی، کارگری، دانشجو، معلم و غیره، دوره که به تدریج شروع میکنن. جمهوری اسلامی ضعیفتر شده، شکاف در درونش با دوره دو خرداد بیشتر شده و فرجه ای هست که واسه این که فعالین بیان جلو و تشکلاشون بسازن شاهد اتصاعات بزرگی هستیم. این نسل بیست و چند ساله ها در واقع تو این دوره بزرگ شدن، دوره ای که بحران جمهوری اسلامی شروع شده، دوره ای که جنگ و اینا تموم شده و استیصال حکومت در مقابل سازندگی جامعه، ساختن اقتصاد، وضعیت اقتصاد، وعده هایی که مردم منتظر بودن حالا جنگ تموم شده متحقق بشه، تو این دوره این نسل داره بزرگ میشه. این نسل همون نسلیه که یا لااقل یه چند سال بزرگتر از این نسل سال 96 به میدون اومد، سال 98 به میدون اومد، آبان 98 و بعد دیماه 98 و 97 باز خیزشی داشتیم و الان در واقع 2401. یعنی با چندین خیزش این نسل مواجه بوده یا در واقع سازنده این دوره بوده. این نسل همینجور که شما اشاره کردین هیچ توهمی در واقع به حکومت نداره، رنگ و بوی مذهبی نداره، با علم سر و کار داره، از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با دنیا ارتباط داره، دنبال میکنه، تحقیق میکنه، مطالعه میکنه، حرف شنویی به سادگی نداره، منطق خودشو داره. تا قانع نشه اتوریته‌های سنتی دیگه نمیتونن به اصطلاح تحمیقش بکنن و چپ و راستش بکنن. یه نسل به این معنا یه نسل بسیار متفاوتیه و با حکومتی در این حال مواجهه، نسل به این روشنی، نسل به این پر اطلاعاتی با حکومتی مواجهه که به شدت متحجر، عقب مانده، بر اساس مزخرفات 1400 سال پیش میخواد حکومت بکنه و یه حکومتی که درمانده است از نظر اقتصادی، فاسده به قول دوست عزیزمون و دورنمایی نداره، در سطح جهانی بی اعتباره، ساده ترین حقوق رو از مردم گرفته، هیچ دورنمایی واسه شکوفایی که چی، کاهش بحران اقتصادی و کاهش فقر و محرومیت مردم نداره، هیچ دورنمایی واسه یک ذره آزادی به مردم بده. این نسل تو این شرایط بزرگ شده و با همه چیزای حاکم در واقع سر ستیز داره، در نتیجه با تمام قوا عمیقا انقلابی به میدان اومده و فضای جامعه رو به شدت متحول کرده. سپاسگزارم آقای کریمی، در رابطه با همین مسائل صحبت میکنیم با شما در ادامه. و آقای علیپور، در رابطه با موضوع فساد که اشاره کردید، یکی از بارزه های اساسی جمهوری اسلامی شده است فساد در جای جای آن. یعنی شما زمانی که نگاه میکنید به جرات میتوان گفت از صدر تا ذیل، یعنی بحث ارگانی خاص نیست، بحث نهاد خاص و فرد خاصی نیست، شما از نماینده مجلس فساد اخلاقی و فساد مالی میبینید تا سردار سپاهش که فساد مالی و اخلاقی و بسیاری از زد و بندهای دیگری و کارهای مافیایی که تقریبا میشود گفت ما تنها نوک این کوه یخ از فساد رو میبینیم. اما یه موضوع دیگری هم هست، با یک حاکمیتی سر و کار داریم که بسیار ایدئولوژیک است، یعنی تمام باورها و ارزشهای خودش را در یک سبد گذاشته و آن هم حفظ نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه هست. چقدر تاثیرگذار بود این تهجر، این استبداد و این خودکامگی؟ چون جمهوری اسلامی تنها بحث این نیست که ایدئولوژی آن یعنی یک حکومت ایدئولوژیک است، بلکه غیر از خود را بر نمیتابد، دیگر ستیز است. چقدر اینا تونست تاثیر بذاره توی این پروسه و این نسلی که پرورش پیدا کنند؟ ببین این بخش من یه موقع شاید روشنتر بکنم. چون ایدئولوژی که به اینجا ختم شده شاید فرمول بندی دقیقی نباشه، بلکه حتی شاید نادرست باشه، چون تمامی سیاست هایی که در جهان امروز جاری است، چه در نیروهای اجتماعی چه در نیروهای دولتی، کمابیش یک ایده و یک ایدئولوژی دارن که اینو تحلیل میکنن. یعنی رابطه فلسفی بین فکر و به قول معروف عمل، بعد جستجو در جوابها از طریق این ایده هاست. چه باید چون ایدئولوژی که ما اینو چیز نکنیم، ولی آنچه مهمت خود ایدئولوژی است. این ایدئولوژی چیست؟ ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر پایه امام و امت شکل گرفته. یعنی ما الان وارد عصری شدیم که انسان به عنوان فرد دارای حقوقی که از اون نمیتواند
چشم پوشی کند. در نتیجه گروه های اجتماعی کلان در جوامع جهان از جمله در ایران این گروه های اجتماعی شکل گرفته و شامل شخصیت ویژه اجتماعی خودشان هستند. تو نمیتوانی همه اینا رو نادیده بگیری به عنوان امت، یعنی کسی که اساسا حرفی برای گفتن ندارد. بعد اینا رو باید مجبور بکنی که تبعیت بکنند از امام خود هر چیزی را میگوید، امامی که اساسا تمامی داشته هایش همه جامعه را به دنیایی که اصلا فردا بعد از مرگ موکول می کند، یک ایدولوژی که اساسا هیچ پروژه‌ای برای امروز روز ندارد، یعنی اصلا در تلاش این نیست که بهشتی را بر روی از این زمین درست بکند، بلکه برعکس تلاش می کند بهشت انسان را هم در تفکر هم در زندگی نابود بکند. چنین نظامی متاسفانه 43 سال بر جامعه ایران حکمرانی کرد و آنچه امروز در واقع در ادامه صحبت‌های مهمان بعد دوست و مهمانتم و خود شما، آنچه امروز به اینجا رسونده دو تا فاکتوره. یکی فاکتور خود دولته که در بخش من گفتم این سیستم ایدئولوژیک اساساً چون تمامی پروژه است، کلاهبرداری سر جامعه و تالان ثروت‌های مادی معنوی اون جامعه است، طبیعتاً مجبور می شود به دروغ متوسل شود. اگه یادتون باشه تقریباً در دهه 70-80 چنان بی اخلاقی را در جامعه حاکم کرد، این چرا به این؟ چون اینقدر دروغ گفته بود، هر چیزی را دیگه هیچ گونه اعتمادی را در جامعه نگذاشته بود بمونه. بی اعتمادی نه تنیا بین دولت و ملت، در درون خود جامعه هم شکل گرفته بود. ولی از آنجایی که جامعه یک پدیده پویاست و یک پدیده زنده است، مثل جان، مثل هر جانداری در تلاش میکند که مریضی خود را بازسازی بکند، جامعه در این تلاش به نظر من جامعه ایران علارغم این همه فشار و قتل عامی که از جامعه شد در قتل عام های دهه 60، نسل کشی از روشنفکران ایران را در واقع رقم زد و یک رکود بود، ولی علارغم این در این 20 سال بعد از اون جامعه به سرعت با شتاب فراوانی به تفکر پرداخت. این تفکر اینجوری نیست ما فکر کنیم فقط از برخورده های جمهوری اسلامیه، همین جوان ها به این فکر کردن چرا در 100 سال گذشته ما در جام میزنیم. اینا تاریخ خوندن، اینا جامعه شناسی خوندن، اینا فلسفه خوندن، به عمق مسائل رفتن. به نظر من این انقلابی که ما امروز ببینیم اساسا نه جمهوری اسلامی، قبل از جمهوری اسلامی با پدیده ارتجاعی پدر سالاری مرد سالاری روبرو شده. اولین درگیری ها را این جوانان در خانه با خانواده ها شروع کردند. سد بزرگ خانواده را در هم شکستند، وارد جامعه شدند، در جامعه المنت های اجتماعی آنها را به هم وصل کرد، تفکرشون رشد داد. یادمون باشه اندیشه و فلسفه فرامرزی است و خیلی شدید مرزها را در می نوردد، از قاره ای به قاره دیگر می رود. ما در 40 سال گذشته در خاورمیانه شاهد جنگ های شدید فکری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی بوده ایم. یعنی مسئله مرد سالاری، پدر سالاری که اساسا دولت اون نمایندگی میکنه، از همه ارتجاعی تر مذهبی که در قدرت این اساسا ظالمترین نوع ممکنه اینه، اینا رو همه دیدن. و این مبارزات ما یادمون باشه در شکست داعش در سوریه و مبارزات قهرمانانه و بی سابقه بی نظیر زنان، اون یک تفکر بود، اونجا شروع شد و این تفکر وارد ترکیه و ایران شده. امروز این تفکر در واقع جامعه ایران فرا گرفته، یک تغییر ایدولوژی، یک انقلاب فکری، فرهنگی، فلسفی در جامعه رخ داده. به نظر من انسان ایرانی امروز با مثال های زیادی میتوان آورد که از یک پروسه بسیار سخت بیرون آمدن و آینده درخشانی را برای خودشون ترسیم میکنن. این جامعه را نمیشه به عقب برگردون و این جامعه را، این نیرو را نمیشه از حرکت
باز ایستان. این نیرو دارد همه ما را دگرگون می کند، همه ما را. در نسل جمهوری اسلامی اولین صدشه. بعد از جمهوری اسلامی ما شاهد معجزه های پیشرفت عجیبی در جامعه ایران خاورمیانه خواهیم بود. بله، سپاسگزارم از شما آقای علیپور. در ادامه با شما خواهیم بود. و آقای کریمی، آقای کریمی، در رابطه با باورها هم صحبت شد و اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی یک حاکمیت دینی است که بر روی باورهای خود بسیار تاکید دارد، همینطور که میدونیم. آیا میشه گفت این نسلی که امروز مقابل جمهوری اسلامی قرار گرفته کم کم یک سری از باورهای مذهبی داره از باورهای مذهبی هم عبور میکنه و اصلا عامل اصلی عبور از این باورهای مذهبی به نظر میرسد خود جمهوری اسلامی باشد، چون اینها کاری با مذهب کردن که مغول با نیشابور نکرده بود. یعنی اینها از مذهب امروز فقط یک موضوعی باقی مانده که هر وقت اسمش میاد تقریبا بیش از 80% مردم ریاکشن نشون میدن. خود جمهوری اسلامی که با اسم باورهای دینی سر کار آمد امروز چقدر تأثیر گذاشت که مردم از این باورهای دینیشون عبور کنن و مقابل همین سیستمی که صلیب مذهب را بر گردن انداخته و عمامه اش را بر سر دارد بایستن؟ اولا یه نکته اشاره کنم در مورد اون گفتیم حکومت ایدئولوژیک. دوست عزیزم آقای علیپور توضیحات دادن، ولی ببینین یه تفاوتی داره حکومت‌های اسلامی با غیر اسلامی. فرضاً تو غرب همه دولت‌ها یه ایدئولوژی دارن، احزاب حاکم یا غیر حاکم همه بر اساس یه ایدئولوژی سیاست‌هاشون رو تدوین می‌کنن و جاری می‌کنن تو جامعه. ولی شما شاهد این نیستین که ایدئولوژی رو به زور با چکش و پا باتون می‌خوان تحمیل کنن تو خیابون به مردم. جمهوری اسلامی ایدئولوژیشون می‌خواد صرفاً از طریق به اصطلاح سیاست نمی‌خواد حکومت بکنه، می‌خواد ناچاره، چون یه حکومت کاملا مذهبیه و حکومت اسلامیه، در نتیجه به عنوان مثال حجاب رو باید به زور تحمل کنه به مردم، چون اگه حجاب از بین بره اون جنبه فرم ظاهر حکومت اسلامی از بین میره و در واقع حکومت اسلامی دی با باقی نمیمونه. در نتیجه براشون خیلی مهمه، علارغم این اعتراض عمیقی که تو سطح جامعه وجود داره، ولی جمهوری اسلامی مجبور پافشاری کنه تو خیابون با اسید و دشنه و دستگیری و شکنجه و اون کاری که به سر مهسا امینی آورد، سر صدها هزار نفر دیگه هم در واقع به اشکال مختلف آورده تا تحمیل کنه. شما تو خیابون نمیتونی ماه رمضان چیزی بخوری، تو مدرسه باید نماز بخونی، کتابا دیگه آشکارا دیگه مفاهیم ایدئولوژیک عقب مانده اونم متحجر رو در واقع آموزش میدن. ولی کشوری دیگه که حکومت به این شکل نیست، همه ایدئولوژی دارن ولی اینجوری ایدئولوژی صبح تا شب به این شکل آشکار و با زور تو خیابون و تو مدرسه و همه جا نمیخوان تحمیل کنن. به هر حال به همین دلیل یه تفاوتی به وجود میاد بین حکومت‌های اسلامی با یه سری حکومت‌های دیگه. منتها تا الان جامعه ایران به نظر من یکی از ضد مذهب ترین جوامع دنیاست. انقلاب کبیر فرانسه 230 سال پیش 40 سال پیش موقعی بود که بالاخره جامعه باید در مقابل فئودالیسم و اون کلیسا و مسیحیت که کنار در واقع بخشی از حاکمیت بود و ایدئولوژی حاکمیت تامین میکرد، روبنای فکریشو در واقع تامین میکرد، در مقابل همه اینا وایساد و یه انقلابی بود که بنیادهای در واقع مسیحیت رو به باد داد و میدونیم چه جامعه رو بخه وارد یه دوره سکولار کرد. به هر حال یکی از عمیق‌ترین انقلابات بود از این نظر. جامعه ایران خب 200 خورده سال بعد از اون داره اتفاق میفته. جامعه در ابعاد خیلی وسیع‌تری روشن هست نسبت به مذهب و ماهیت مذهب، و همینطور که خود شما اشاره کردین دقیقاً به این خاطر که حکومت تو 43 سال با زور خواسته در واقع این ایدئولوژی و مذهب رو تحمیل کنه به جامعه، خود اینم یه فاکتور مهم میشده در اینکه جامعه پس بزنه در واقع این ایدئولوژی رو. و به همین دلیل به نظر من جامعه به شدت غیر مذهبیه. طبعاً حکومتی که با 43 سال حکومت میکنه و تمام مزخرف خوزحوالات رو کتاب ها در مدارس در مساجد در همه جا در رادیو تلویزیونش داره ترویج میکنه و این سم رو تو جامعه پخش میکنه، طبعا یه بخشی از جامعه هم تحت تاثیر قرار میگیره. ولی این خصلت نمای امروز جامعه ایران نیست. خصلت نمای جامعه ایران ضد مذهبی بودنشه. اون نسلی که بالاخره همیشه 10% 20% جامعه ممکنه اعتقادات مذهبی داشته باشه، ولی حتی بخش زیادی از اونایی که اعتقادات مذهبی دارن با حکومت مذهبی مخالفن، با حکومت آخوند در واقع مخالفن، تمام سمبول هاش رو دارن به باد میدن مردم.
و عمیق‌ترین جنبش ضد مذهبی در ایران الان جریان داره. جنبشی که علیه حجاب هست در واقع ضد حجاب هم هست. جنبشی که برای آزادی بیان هست علیه حجاب، علیه مقدسات حکومت مذهب هست. جنبشی که علیه اعدام وجود داره همینجور. تمام جنبش، حتی جنبشی که در دفاع از حقوق حیوانات امروز یا حرکت‌ها، فعالیت‌ها و اون گرایشی که تو جامعه وجود داره، اعتراضی که وجود داره، در واقع یعنی شما حساب کنین هر اعتراضی مردم دارن علیه به یه معنا نه تنها حکومت بلکه علیه معتقدات اعتقادات مذهبی و ایدئولوژیش هم هست. تمام عرصا کسی که بخواد یه آبجوی بخوره باید با ایدئولوژی حکومت هم در بیفته، تا کسی که میخواد سگ تو خونش نگهداری کنه. به این معناست که همینطور که قبلا توضیح دادم، این انقلاب یکی از توده‌ای ترین و اجتماعی ترین انقلابات دنیاست. وضعیت طرف کاملا مجبور این حکومت با ایدئولوژی حکومت با مذهب هم تصفیه حساب کنه و از این نظر به نظر یک انقلاب عظیم فلحال تو جامعه ایران صورت گرفته و این انقلاب جاری میره آخرین بقایاشون به نظر من برباد میده. سپاسگزارم. برای جنبندگی نهایی به شما باز میگردیم آقای کریمی و آقای علیپور. آقای علیپور، خب چون مخاطب قرار گرفتید حق پاسخگویی دارید. من فقط چون بحث به این سمت هم رفت، فکر میکنم موضوع خیلی مهمی است. امروز عمامه های رقصنده در بادی که میبینیم وجود دارد و این مسئله عمامه پرانی هم که وجود داره، فکر میکنم یکی از بارزه های همین قیامه. البته بحث دین ستیزی نیست، چون اون عمامه تقریبا میشود گفت یک سمبول شده برای نسلی که ولایت فقیه رو با آن عمامه میشناسد. یه خورده هم در اون رابطه صحبت کنید و هم اگر میخواهید پاسخی دارید در رابطه با همین موضوعات بفرمایید که در جنبندی نهایی هم دور بعد به شما میرسیم. نه دوستمون آقای اسخر کریمی هم به ورژن های دیگه همین پدیده ایدئولوژیک پرداختن. به نظر من این درسته. جمهوری اسلامی تلاش میکنه واقعا به زور چکش این کار بکنه. این درست سوال میبخشید. سوال شما چی بود دقیقاً؟ چون من در رابطه با این مسئله عمامه پرانی، چون میگم موضوع بحث ما وارده اینش. این به نظرم این عمامه پرانی یک پیام بسیار روشن و صریحی داره. مشخصا میگه اقتدار دینی باید پایان بپذیرد. تلاشی است، پیامی است برای اینکه اقتدار دینی دیگر بسد. چنین چیزی جوابگوی زندگی مردم نه در ایران و نه در این مقطع از تاریخ بشریت داره. این پیامش به این مسئله این است که امام پراکنی الزاماً اهانت به خود یک روحانی نیست، منتها در سر دیگه این در واقع به اینا میگم شما اقتدار که اون بالا نشستید از آن باید پایین بیایید. این از آن شما نیست. در واقع گرفتن مدیریت اجتماعی از یک نظام اقتدارگرای سرکوبگر دینی است و تحویل آن به خود جامعه است. پیامش به نظر من به همین روشنی، برای همین رژیم مذهبی میترسه. ولی اگه اجازه بدید من به یک نقطه‌ای که در سوال اول طرح شد، من فکر کردم بعدنم میشه کوتاه جواب دادم، به خود اون نیروهای سرکوبه. چون من بحث‌های قبلی شما را هم دیدم، احساس میکنم تو این قسمت شاید کم پرداخته باشه. به این اشاره بکنم، ببین اون بحث همشون در مورد پاسدارا صحبت میکنن، در مورد سپاه، بحثی از ارتش نیست. یعنی این باید ما برای به فکر فرو ببره که چه جریانی در واقع به یک نوعی این دگرگونی اجتماعی ارتش را هم فرا گرفته. چون در سیستم ارتش، ساختار ارتش اینه که شما وظیفتونه کشور را در مقابل تجاوزات بیگانه دفاع بکنید. خب این را تا به امروز در 100 سال گذشته چگونه از ارتش استفاده میکردن؟ به این معنی مردها، بلوچه ها، کرده ها، آذری ها، ترک ها همیشه خطر تجزیه کشور دارن. با این المنت ارتش به سرکوب جامعه و معترضین و انقلابیون در سرتاسر ایران می بردن، در دهلی نهایی خود تهران هم سرکوب می کردن. در این دوره در واقع با شعار زندگی آزادی و تیزهوشی هوشمندانه جوامع کرد و بلوچ در این مسئله و دوباره مسئولیت پذیری خود مرکز جوانان مثل این مسئله، شعار زن زندگی آزادی نقطه اشتراک همینا ارتش رو به زمین کوبی. یعنی اساساً ارتش رو خل اصلاح کرد.
هیچ گونه تفکری این که آفر کردستان تجزیه میشه، بلوچستان تجزیه میشه نیست. در نتیجه الان ارتش غایبه، هیچ دلیلی ندارن اینا ارتشو بکشن برای سرکوب. و به نظر من ارتش هرچند فرماندهان بالای این همشون سپاهی هستن، ولی اینا خودشون قرار نیست که به جنگ مردم برن، قرار سربازا را و درجه داران پایین رتبه را به جنگ بفرستن. بس این چیز اتفاق نمیفته و اینا شدیداً از ارتش میترسن. بخش دوم صحبتهای اینا، حتی به خود پاسداران هم تحلیل بکنیم، خود پاسدارا هم قسمت بسیج به دو دلیل در واقع الان کارکرد جدی در سرکوب مردم ندارن. اولین دلیل اینه که خود این بسیجی ها در مناطق خودشون شناخته شده هستن، نمیتوانند وارد سرکوب شن، چون از طرف خانواده هایشون که اگر شما مردم سرکوب میکنید امنیت خود ما به خطر میفتد. این باعث میشد بسیجی ها نه یک بار سه بار فکر کنند، در نتیجه در سرکوب دچار تردید شوند. بخش دیگه هم که معمولا دنبال پول میگردند و بخش پایینی و لومپنای جامعه هستن، اینا هم یک پولی را گرفتن و در مقابل این عظمت انقلابیون در سرتاسر ایران اینا هم اساسا پولی گرفتن، معلوم نیست کجا هستن. رژیم دوچار اساسا بسیج نیروز، سپاه دوچار بسیج نیروز، برای همین اینا موندن دنبال چاره میگردن که چاره هم پیدا نخواهند کرد. این اهمیتش به همین دلیله ما متوجه بشیم و به آگاه بر این باشیم که رژیم در بخش نظامی فرو ریخته، یعنی در بخش نظامی فرو ریخته. این میتواند به خود جامعه یک در واقع شروع شوق جدیدی بدهد در شجاعت و شهامتشون و نترسیدن، و اینکه این رژیم پوشالیست حقیقتاً چیزی برای اینکه از خود دفاع بکنه هم نداره. هرچند گفتم ما باید مواظب خشونت بیش از حد باشیم که اینم میتواند عناصر حتی از کشورهای دیگه ای وارد بکنه، ولی در مجموع این یک المنت خوبیه برای ما، این عنصر بسیار خوب دهتریان که متوجه بشیم رژیم در عرصه نظامی فرو ریخته. سپاسگزارم. برای صحبت پایانی به شما باز میگردیم. آقای کریمی و آقای علیپور هر یک دقیقه وقت دارید. آقای کریمی با شما آغاز میکنیم، یک دقیقه جمع‌بندی صحبت پایانی، یک دقیقه شما رو داریم، بفرمایید. اون چی که الان مسلمه اینه که اوضاع رژیم بسیار وخیمه. تو این نوارهایی که افشا شده گفته میشه که حتی سطوح بالای رژیم ساکته، یعنی اون روحیه لازم رو نداره. نیروهاشون به شدت میگن خودشون خسته است و میگن به شدت ناراضیه، و این وضعیت بین المللیشون و منطقهشون هم که میدونیم تو چه وضعیتیه. توی همچین شرایطی جامعه داره جلو میره، این نوارا رو میشنوه، متوجه افشاگری ها رو میشنوه، متوجه میشه چه قدرت عظیمی داره، چه ضرباتی بهشون زده، چه جور ناتوانن در مقابل مردم، و اینا روحیه میده، اعتماد به نفس میده به مردم، مردمی که امیدوار هستن و با حکومتی مواجهن که علارغم اینکه تا دندان مسلحه و بسیار جنایتکاره ولی داره زمینگیر میشه. این انقلاب باید جلو بره و بعد از 43 سال در واقع مردم رو به آزادی، رفاه و عدالت برسونه. یا شعار زن زندگی آزادی که یکی از عمیق‌ترین، اجتماعی‌ترین، انسانی‌ترین شعارهاست، اونو در واقع متحقق کنه، راحت بشه. فراخوانایی داده شده واسه 14، 15، 16 آذر که از طرف دانشجوها و با هماهنگی جوانان داده شده. الان جوانان بخش‌های مختلف تهران غیره دارن حمایت می‌کنن وسیعاً، و انتظار میره که اون روزها یا در واقع فراخوان من به مردم، به کارگرها، معلمها، دانشجوها، جوانها، بخشهای مختلف مردم اینه که با تمام قوا اون روزها رو دست به اعتصاب و تجمع بزنین و یه برآمدی دیگه در انقلاب ایران شکل بدین. سپاسگزارم آقای کریمی، تا انتها با ما همراه باشید و جناب آقای علیپور صحبت‌های پایانی شما در یک دقیقه بفرمایید. من در واقع به آخرین پیامم به آخرین بخش از نیروهای سنی که هنوز تردید دارن در این انقلاب، یعنی در واقع من میگویم که انقلاب را باور کنیم. چرا؟ یعنی شما بخشی میبینید زنان و جوانان در مرکز این تحولات قرار گرفتن و همراه اونها در شانه چپ و راست این جوانان پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ قرار گرفتن، نشان از یک انقلاب اجتماعی درون جامعه ایرانه. المنت دیگه اون انقلاب چیست؟ شعار زن زندگی آزادی از بلوچستان تا تهران، از کردستان تا آذربایجان، از آذربایجان تا تهران، این شعارها نشان عظیم می دهد جامعه ایران متوجه این شده
که در گذشته بر اساس تبعیض، نژاد پرستی علیه زنان، علیه ملت‌های غیر مرکز، علیه فرهنگ و زبان‌های دیگه ایران و علیه رنگین کمان‌ها یک بن‌بست بزرگی بوده که نذاشت ابتکار عمل در جامعه شکل بگیره. اینا به این نتیجه رسیدن و برای حذف این شعارهای زن زندگی آزادی را به میدان آوردن. این هم یک نشان از این میده ما باید به این انقلاب باور بکنیم. به نظر من المنت‌های بسیار مهمی هستند برای شناخت و عمق این انقلاب. سپاسگزارم آقای علی پور. من در انتها بار دیگر مهمان‌های گرامی رو خدمت شما معرفی می‌کنم، جناب آقای ابراهیم علی پور، فعال و تحلیلگر سیاسی، و همچنین جناب آقای اصغر کریمی، تحلیلگر و عضو رهبری حزب کمونیست کارگری ایران. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدین ترتیب به لحظات پایانی یک ویژه برنامه دیگر رسیدیم. سپاسگزارم از شما بینندگان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون آریان. تا دیداری دیگر، شاد و تندرست باشید.